یک هفته پس از تراژدی مرگ 27 پناهجو در آبهای میان فرانسه و بریتانیا، هنوز به غیر از یک نفر هویت دیگر قربانیان مشخص نشده. پناهجویانی که قایقشان در کانال مانش و در چند صد متری گارد ساحلی فرانسه و بریتانیا غرق شد. حالا محمد، یکی از تنها دو نجات یافته حادثه، در گفتگو با تلویزیون کردی روداو از غفلت مکرر گارد ساحلی بریتانیا برای نجاتشان چون این پرده برداشت. قایقمون سوراخ بود، آب می اومد توش، هی سنگین می شد. به پلیس فرانسه زنگ زدیم برای کمک و به اونا گفتیم موتور خرابه. پلیس فرانسه گفت شما تو آبهای بریتانیا هستین و باید با اونا تماس بگیرید. دو نفرمون تماس گرفتن. پلیس انگلیس هم به ما کمک نکرد. ما داشتیم غرق می شدیم. ساعتها تقلا کردیم، داد زدیم، اما نیروی دریایی بریتانیا که صدای ما رو می شنیدن برای نجاتمون هیچ کاری نکردن. محمد می گوید پناهجویان ساعتها در آبهای سرد خود را به قایق در حال غرق شدن آویزان کرده بودند. اما نهایتاً نرسیدن کمک همه را ناامید کرد و پناهجویان یکی پس از دیگری غرق شدند. ادعای غفلت بریتانیا در نجات پناهجویان را دومین نجات یافته این حادثه هم تایید می کند. این مرد سومالیایی که به خاطر شرایط وخیم جسمانی پس از حادثه چند روز را در بیمارستان سپری کرده. موقعی که قایق داشت پر آب می شد هممون فریاد می زدیم. کمک، کمکمون کنید. با موبایلمون به فرانسوی ها و انگلیسی ها زنگ زدیم. چند بار با بریتانیایی ها حرف زدیم. افسرهای بریتانیایی صدای ما رو خوب میشنیدن و پاسخ هم میدادن. اما به کمکمون نیومدن. با وجود انتشار مصاحبه این دو نجات یافته در خبرگزاری های جهان، مقام های لندن هنوز واکنشی نشان نداده اند. دولت بریتانیا بدون توجه به انتقاد سازمان های حقوق بشری در خصوص بستن دروازه ها به روی پناهجویان، امسال راهکار عقب راندن قایق های پناهجویان به آبهای فرانسه را هم در دستور کار قرار داد. سیاستی که به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر غیر قانونی است و زندگی پناهجویان را به خطر می اندازد. موضوعی که حالا با افشای خودداری گارد ساحلی بریتانیا از کمک به پناهجویان در حال غرق شدن از هر زمان مهمتر به نظر می رسد. یوسف عباس‌زاده، لندن.